خب بسیار عالی. سلام سلام خدمت همگی دوستان، دارم که حالتون خوب باشه. یک چند دقیقه فرصت بدیم دوستان دیگر هم تشریف بیارن و بعدش هم که در خدمت شاهین عزیز خواهیم بود. به همگی دو دقیقه مهلت بدیم همه جوین بشن، شاهین هم به اون ملحق بشه و بریم شروع کنیم لایو امروز رو با هم دیگه صحبت کردن. سلام خدمت شما، اشتم افتصاد به جای اقتصاد تصحیح خواهم کرد. مرسی، بسیار عالی. خب امروز قراره در مورد جایگاه بیت کوین در اقتصاد صحبت کنیم با شاهین عزیز که همین الان جوینمون شد. سلام شاهین جان، حال شما؟ صدا تصویر اوکیه؟ مرمانه. آره خوبه، یه ذره آره نه و برای لایف و وضعیت اینترنت ایران من فکر کنم خوب باشه. اوکی، درود به همه. بردیا جان عزیز، مرسی از دعوتت و امیدوارم که قطع نشه. واقعا یعنی من خیلی تلاش کردم که این وی پی ان، حالا بچه ها یه تست صدا بدن. چلو من کمی قطع و وصلی داره ولی منم امیدوارم که بتونیم صحبتمون رو کامل پیش ببریم امروز. و برای بچه‌ای که از ایران هم دارم میبینم، من ویدیو رو ضبط شده و همچنین ورژن صوتیش هم براشون میذارم که راحت تر باشه دانلود کردنش. خیلی خوشحالم که دارم اینجا. خیلی وقت بود که میخواستم باهات صحبت کنم. بچه ها میگن کامنت ها رو ببندیم، نت بهتر شه. کامنت ها رو بستیم. خیلی خوشحالم که دارم و خوش اومدید خلاصه و مشتاق صحبت کردم. اینترنت یاری نمی کنه. الان چطوره؟ یه ثانیه میاد، پنج ثانیه میره. متاسفانه صدا تصویرم لگ نداره بردیا. نه الان الان به نظر نه نه اوکی. خیلی خوشحالم دارم با در لایف صحبت میکنم. البته که من مدت هاست شما رو دنبال میکنم و خیلی خوشحالم که خط فکری اصلا یه برنامه جوری میشه که آدما چفت هم میشن، یعنی کسایی که با من هم فکرن یا من باشون هم فکرن کلا چفت هم میشیم. من، مهدی، دکتر سلطنتی، امیر، شما و خیلی از دوستان دیگه که هنوز در ادامه باشون خواهیم بود و یک به نظرم داره یک جریان جدیدی شکل میگیره از دید منطقی، از نگاه صحیح و خوشحالم همین و امید دارم که همین اندک سواد و تجربه به کار بیاد تا اینجایی که شاهین اومده به کارتون بیاد. حالا به بعدش هم خدا کریم. نه خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. منم مدت هاست دنبالتون میکنم و لذت میبرم از نگاه آلمان، نگاه کاملا با سواد و با حساب کتابتون به سیستم اقتصادی و خلاصه ما هم چیز یاد میگیریم. خیلی خوشحالم که دارم. اگر موافق هستی معرفی خیلی عاطفی کنم، میگه همه بشناسن شما رو، ولی معرفی 30 ثانیه‌ای اگه داشته باشی من فکر کنم که کامل خواهد شد. شاهینم، شاه مرادی، مثل جدی بگه. شاهینم، شاه مرادی، 35 سالمه، دو تا مهندسی خوندم و اقتصاد. معامله گر بودم، خیلی خلاصه بگم مثل همه نقاشی میکردم، ولی خب خیلی سریع به سمت فاندامنتال اقتصاد کشیدم به شکلی که تقریبا تمام هوش و حواس و زندگی همه چیز من رو یعنی فرا گرفته بود و فهمیدم که چقدر من عاشق این موضوع بودم، چقدر اصلا خدا بهم استعداد داده تو این زمینه و کار نداریم دیگه. رفتم به حدی دیپلمون که سمت تحصیلات در این زمینه هم کشیده شدیم تا دیگه اصلا یک داستان گیر شد، یعنی معامله گر و سرمایه گذاری بر مبنای دانه‌های اقتصادی و مباحث اقتصادی و فاندامنتال و از این جور صحبت ها. و بیشتر نگاه هم بنا به دلایلی سالها تقریبا از فاندامنتال
تار داخل ایران فاصله گرفتم و فقط فالوش میکنم، یه چون همش اعصاب خردیه، حسرت بله همش بله همین. همچنین همچنین اینجا. بسیار عالی بسیار عالی. منم بیاد معرفی کوتاهی بخوام بکنم. منم مهندسی خوندم، شریف برق خوندم، ماینور اقتصاد. از بچگی کد میزدیم، عاشق برنامه‌نویسی بودیم. توی دانشگاه اقتصاد آشنا شدیم و دنیای اقتصاد وارد شدیم و نقطه تقابل این دوتا اقتصاد و کامپیوتر بیت کوین بود که خب به حال سالهاست دنبالش میکنیم، هم از لحاظ تکنولوژی هم از لحاظ اقتصادیش. و خلاصه به قول شما یه زمانی هم شروع کردیم، طبیعتا مثل هر کس دیگه شروع کردیم نقاشی کشیدن روی چارت ها، ولی خب یه کم کم مشهور شدیم، بزرگ شدیم توی این بازار و الان به اینجا رسیدیم. خیلی خوشحالم دارم تا اینجا. سلامت امروز باشید من عزیز. دوست داشتم که راجب حالا تایتل هم از راجب جایگاه بیت کوین توی اقتصاد صحبت کنم و کلا در دیدگاه اقتصاد کلان در سطح جهانی. میخوام راجب فیات و بیت کوین صحبت بکنیم. به نظر آیا نیاز وجود داره برای همچین تغییر تکنولوژیکی یا نه؟ یه دید کلی بهم بده، بعد حالا شروع میکنیم جزئیات هر قسمت رو با هم بیشتر صحبت کردن. خب قبل اینکه وارد این بحث بشیم چند تا نکته رو بگم. بچه ها راجع به قیمت احتمالا خیلی میخوان سوال بپرسن، و چون که من کوشن باکس گذاشتم و عمدتا گفتم که توی لایو امشب سوالاتی بود که اینو میذاریم آخر سر، یه کوچولو حداقل دیدگاه خودمون رو بگیم، هم من هم تو. بعد این یه دو، تمام نظرات من راجع به این موضوع اقتصاد بیت کوین، اقتصاد کریپتو و اینجور چیزها نظر شخصی است و میتونه کاملا اشتباه باشه، و بنابراین اگر جایی فکر کردید یک ادوایزی هست، توصیه هست، اینجور چیزی اصلا ازش برداشت نکنید و فقط یک دیدگاه شخصی، میتونه 6 ماه دیگه هم عوض بشه. بنابراین این دید رو بهش داشته باشید، یعنی اینجا دیگه جایی نیست که من تخصص من دیگه زایه است، همه میدونن چی، ولی اینجا دیگه نظر شخصیه. من در نگاه اولم اینجوری میدونم که این هم هست، یعنی کریپتوها هم هستن و وجودی که یکی از اینها یا جفتشون باعث نخواهد شد که دیگری نابود شود یا در عدم حضور یکی دیگری رشد کند. در واقع این هم هست اینجوری، و من این مثال ساده میزنم، یه وقتی بحث میشه میگم آقا وقتی که ماشینا، اولین ماشینا تولید شدن، ماشین اتومبیلا، و هیچ وقت اسب و الاغ و کار نیومد، وقتی هم که این جارو برقی های ماشین برقی ها رو افتادن، هیچ کسی ماشین بنزینی ها رو کنار نمیذاره. من خودم عاشق گاز دادن ماشین 6 سیلندر مثلا دوج چالنجر هم. خب این هم هست، خب این جارو برقی هم هست، این تسلا هم هست، نمیدونم اون هم هست، اسبا هم هستن، همه چیز هست، همه در کنار همدی هست. و از نظر من کریپتو ها هم هستن، اما یک نیازی داره شکل میگیره، فارغ از اینکه ساتوشی فکر کرد و چقدر درست فکر میکرد که در ادامه بهش میپردازم. در کل دیدگاه درستیه، افراد خیلی خوبی دارن، نظرات خوبی راجعش میدن، ایده های خوبی دارن، اما یک باگ بسیار بزرگی داره اگر قرار باشه تبدیل به یک اقتصادی رو حرکت بده، چه یک اقتصاد کشور رو، چه اقتصاد ناحیه رو، چه اقتصاد جهانی رو. و اون ایراد بزرگش که خیلی ها راجبش فکر کردم و من هم دارم راجبش فکر میکنم، این که بخش بزرگی از اقتصاد جهان با بدهی میچرخ و این بدهی ها هستن و توزیع بدهی در سررسیدهای آینده باعث میشه که اقتصاد رو به حرکت در بیارن، هرچند شاید از نظر خیلی ها این یک ویرانه ای از توهمات کرنس باشه، ولی واقعیت این هست که همین هست، یعنی اینجوری هست و دنیا داره اینجوری کار میکنه. و اگر قرار باشه کریپتوها وارد اقتصاد بشن، باید برای این موضوع فکری کرده باشن، اما تا اون مرحله که یعنی خیلی از اقتصاددارا، من میدونم راجع به این و اقتصاددارایی که رفتن سمت کریپتو و تحقیق کردن، یعنی چیزی که با بلاکچین، با کسایی که بلاکچین خوندن، با کسایی که شبکه خوندن و توی این مباحث هستن صحبت کردن، ایده هایی برای این نوع نگاه و این باگ برای تبدیل شدن به یک وسیله برای توزیع بدهی، خرید و فروش بدهی و سررسید کردن بدهی دارن کار میکنن. منم یه سری تو ذهنم هست ولی هیچ وقت فرصت نگرفتم، جز
کاری که هیچ انجام نمیدم. این از نظر منه، یعنی نگاه کلی من بهش اینجوری هست، ولی نمیتونیم و نادیدش بگیریم به عنوان اینکه یک نیاز داره به این سمت یا از این سمت اقناع میشه و ارضا میشه. خیلی نکته جالبی اشاره کردی و دیدگاه اقتصاد کینزیانی اشاره کردی که در واقع خلاصش رو بخوایم بگیم یه جورایی میگه تورم و ایجاد بدهی و ایجاد بزرگ شدن پایه پولی یه جورایی برای رشد اقتصاد نیاز. من خیلی خلاصه و ساده شده صرفا برای چیز گفتم. و این نگاه خب چیزایی هم داره، کریتیک هایی هم داره، مخالف هایی هم داره، همطور که گفتی معروف ترینش همین آقای سیف الدین آموس و علاقه شدیدش به سیستم دیفلیشنری رو میتونیم ببینیم و کلی اقتصاددان دیگه طبیعتا. من واقعیتش با تیم اوبر هستم نظر خودت هم و معتقدم که نظر خودت هم بود، چون میدونم فکر کنم نظر با هم مخالفه، نظر تو هم دونم. دیدگاه کلی بدم، اتفاقا من تو تیم مقابل هستم و معتقدم که درسته که دت کمک میکنه به رشد اقتصادها، قرض بدهی به هر حال هرچی پول بیشتر باشه آدم سریعتر میتونن اقتصادها پیش برن، اما مشکلی که وجود داره وقتی که این در واقع بدهی ها به نوعی مرکزی هستن، سنترالایز هستن، مثل چیزی که ما توی فیات امروز داریم، مشکلی که پیش میاد اینه که وقتی فرایند دیلیوریجینگ صورت میگیره، وقتی بیش از حد این دت ها زیاد میشن، دت های بد اتفاق میفتن و بالاخره این حباب ها باید میترکن، مثل 1920، مثل 2008، وقتی این اتفاق ها میفته اون کسایی که واقعا مقصر بودن یه جورایی تنبیه نمیشن، اون کسانی که اون تصمیمات بد رو گرفته بودن تنبیه نمیشن و اون تنبیه و اون ضرره پخش میشه بین همه. خب از دید کسی که صرفا داره به بخش اقتصاد نگاه میکنه، به بخش شرکت ها نگاه میکنه، میگه خب آقا اتفاق خوب بیاد، دیلیوریجینگ اتفاق افتاد، دوباره میریم جلو، به نظر همه چی خوب میاد، اون چرخه کماکان داره خوب میچرخه. اما در یک نگاه وسیعتر اون فقر و اون، حالا فقر شاید کلمه دقیق نباشه، ولی خب به هر حال به شکل وسیع پخش میشه در طول زمان. به حال ما بدهی وقتی داریم میگیریم داریم چیکار میکنیم؟ داریم از آیندهمون قرض میگیریم، داریم از یک چیزی رو داریم صرفا پستپون میکنیم، میندازیم جلو، این یه روزی یقمون رو خواهد گرفت، همونطور که 1920 گرفت، 10 سال دیپرشن داشتیم، همونطور که 2008 گرفت و کماکان هم میتونه ادامه داشته باشه. بنابراین من ترجیح هم بر یعنی اقتصاد دیفلیشنری به نظرم خیلی بد جا افتاده توی، حالا چه توی آکادمی ها، چه توی اینداستری اقتصاد فایننس، وقتی می نگاه میکنه خیلی بد جا افتاده این که چقدر میتونه بد باشه یک سیستم دیفلیشنری، یک سیستم ضد تورمی. و خلاصه میگم من توی اون تیمم و یکی از ایمپلیکیشن ها، حالا این حرفایی که من میزنم از که از اون کتاب The Fiat Standard که ادامه بیت کوین استندرد است، صحبت های جالب میکنه سیف الدین آموز. یه سوال میپرسه، میگه آقا چرا شما نگاه میکنی به هزاران سال پیش، نقاش هایی رو میبینی، مجسمه ساز هایی رو میبینی که ماها وقت میذاشتن یک مجسمه بسازن، ماها سالها حتی وقت میذاشتن یک نقاشی بکشن، بعد میای مقایسهش میکنی با نقاشی و هنری که امروز وجود داره. من حالا خودم هنرمند نیستم، نمیتونم تشخیص بدم، ولی اینو میتونم بفهمم که مقدار زمانی که توش گذاشته شده خیلی کمتر، چه توی کتاب نوشتن ها باشه، چه توی هنر باشه، چه توی موسیقی باشه، موسیقی های موزارت مقایسه میکنیم با موسیقی امروز، چرا این تفاوت وجود داره؟ و آرگومنتش اینه، نظرش اینه که میگه آقا این از نتایج بد فیاته، این به خاطر اینه که همون پین، همون دردی که داره منتقل میشه، پخش میشه بین همه جامعه، باعث میشه همه ما باید مجبور باشیم بیشتر بدویم تا اینکه بتونیم پولمون رو صرفا ارزشش رو نگه داریم. ما مجبوریم به تخصص هامون کمتر برسیم، کسی که نقاشی مجبوری کمتر برای نقاشی وقت بذاره، چون باید به این فکر کنه که اون پولش رو چجوری نگه داره، و این باعث میشه که تخصص ها کوچیک‌تر بشن و آدم ها بیان به سمت اینکه چجوری ما بتونیم سریعتر یه کاری کنیم، سریعتر پول در بیاریم. این ایمپلیکیشن اجتماعیش رو من مد نظرم هست. شاید اقتصادیش میگه خب آقا پول بیشتری بود، تکنولوژی ها سریعتر اتفاق افتادن، ولی به چه قیمتی؟ آره ولی بعد خیال نکن من با تو موافقم. من با تو موافقم، بحث اینم هست در نظر من میگم اینم هست، خب نه اینکه اولش کدام این نباشه اونم شه. دو این یک دو دو یا در مثلا
این هست اونم هست. دو این هست که آقا شما مثلا میخواید با یک کریپتو، ببخشید مثلا اینو، ما درسته که داریم با اقتصاد کرنزی الان کار، در کورس فاندیشنش یه جوری کرنزی هست، یه حالا نیو کرنزی کلاسیک قبلش و هر چیه هر چی بعدش اومد، واقعیت اینه که منم میدونم، همه هم میدونن، مخصوصا کسایی که واقعا اقتصاددان هستن، چون از نظر من اقتصاددان ها آدم های خیلی معدود و انگوش شماره، راحت میشه با انگشت دو تا دستت بشمورشون دیگه، همین الان زنده. اینا ایراده خیلی بزرگی دارن همین الان به اقتصاد میدن، اما واقعیت اینه که اقتصاد هم یک علم پیشروه، یعنی اقتصاد اینجا وای نستاده و کریپتو قرار باشه ازش رد بشه. جبهه علم اقتصاد روز به روز داره رشد، روز به روز تئوری های خوبی میاد، روز به روز روابط جدیدی براش دیده میشه، همزمانی که نسل هم دارن عوض میشن، نگاه ها عوض میشه، مدل هزینه کرده و خرج کرده و سبک زندگی، میزان ریسک پذیری افراد در جوامع مختلف و بر اساس سنها مختلف فرق میکنه. پس بنابراین آره، اقتصاد آری از ایراد نیست. سیاست های پولی شاید الان یه جایی ما بحث میکردیم، میگفت قبول کن که سیاست های پولی وسیله برای کنترل تورم نیستن و تورم در واقع از مدل های دیگری داره تبعیت میکنه برای کنترل کردنش، و خیال نکنید که سیاست مثلا انقباضی از طریق ابزارهایی که سیاست پولی در اختیارش قرار میده داره کنترل میشه و از چیزهای دیگه و از اینجور صحبت. من منکرش نیستم، اصلا منکرش نیستم، میدونم اینو کاملا بهش مسلط، اما واقعیت اینه که علم اقتصاد فعلا اینجاست و داره خوب عمل، و ما هرچی که اومدیم جلوتر و خدا پدر مادر این شیطان بزرگ رو بیامرزه که همه چی تو این کشور تست شده، شما اینم بگم خیلی هم بر میگردن به تاریخی که اقتصاد کلان امروز درش وجود نداشت، مثلا 1929، مثلا بحران 1978 تا 82 بحران نفتی، یا اینکه بیایم همین بحران 2001 یا 2008. توی تمام اینها اقتصاد بعد از این بحران یک جهش علمی بسیار بزرگ، یک جهش علمی واقعا بزرگ، آخرین جهش علمی گسترده اقتصادی که مربوط به سال 2008، اصلا از سال 2008 اینقدر همه چیز عوض شد. من میتونم بگم علم اقتصاد کلان جدید، اصلا سیاستی که ما داریم الان استفاده میکنیم و اتفاقاتی که الان داره توی اقتصاد میفته و ما دیتا برمیداریم، هیچ کس نمیتونه برداره اینو بگه مثلا سال 1978 79 این اتفاق افتاد الان هم داره شبیه اون میشه پس این میشه، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. اگر قرار باشه اتفاقی رخ بده، چه ریسشن باشه، چه دیپریشن باشه، چه استگفلیشن باشه، یک مدل جدیدی خواهد بود که احتمال زیاد یک باگی رو از دل این بیرون خواهد آورد، به احتمال زیاد مربوط به تورم هم خواهد، پس اصلا منکر این قضیه نیست، ولی باید قبول کنیم که در نهایت دولت‌های مرکزی، حالا بانک و به عنوان بخشی از دولت در نظر، الان من نمیگم بانک مرکزی، دولت‌ها و کشورها در نهایت به محدوده جغرافی خودشون دارن یک چیزایی رو در نظر میگیرن برای مردمشون، برای آینده کشورشون و از این جور صحبت. وقتی که دولت یک کشور تسلط نداره بر میزان پولی که در یک جامعه وجود داره، تحت تاثیر ریسک‌های بسیار بزرگ قرار می‌گیره، ریسک‌های متعددی هست، ریسک‌های اجتماعی بگید که خیلی دولت‌ها نگرانش هستن، تا ریسک‌های سیاسی، تا خود ریسک‌های اقتصادی و ریسک‌های اجتماعی که مثلا راجع به صحبت کردیم می‌تونه اتفاقات بزرگی. پس ترجیح، یعنی این نکته‌ای که گفتی متمرکز هستن و این داستان غیر متمرکزی شکل گرفته، الزاماً متمرکز بودن بد نیست، الزاماً هم غیر متمرکز بودن خوب مطلق نیست، اینا یک چیز نسبی هست. ما داریم حرکت می‌کنیم، یعنی اقتصاد داره با قدرت پیش میره، هر روز آخرین مقالاتی که من راجع به سیاست می‌خونم، یعنی یه خط بتدان کشید روی هر چیزی که میدانستم و یک نگاه جدیدی، اصلا فکر می‌کنم مغزمو عوض کردم، یه چیزی گذاشتم تو کلام. اینقدر طی همین دو سال اخیر اتفاقات افتاده و اینا خب برداشت کردن، از جامعه دیتا برداشت کردن، دیدن مثلا انتظارات داره اینجوری عوض میشه، یا انتظارات میاد اینجوری اقتصاد رو سر و ته میکنه، برعکس میکنه، و شما مثلا سیاست پولی که مثلا پیش خودتون فکر میکردید انقباضی هست، در واقع عمل نمیکنه، چون که سرعت گردش پول بسیار بالاست. چرا؟ چون که مردم یه انتظارات خاصی داره درشون شکل گرفته، یا
یا مثلا تو اون جامعه مثل جامعه فعلی ایران مردم جوان هستن. خب من الان 35 سالم، یه آدم 25 سال تا 35 سال درصد ریسک پذیریش خیلی بالاست. من ریسک پذیری مثلا حدود 70 75 درصد، یه آدم 25 سال تا 95 درصد، ولی یا یک جامعه ای که اوریج سنیش مثلا 50 60 ساله مثل ژاپنیا مثلا، خب اینا ریسک پذیریشون کاهش پیدا می‌کنه، اینا دوست دارن فیکس اینکام داشته باشن، درآمد ثابت داشته باشن. همه اینها باعث میشه که در هر کشوری یه اقتصاد خاصی شکل یعنی به وجود بیاد. اقتصاد یه جز علوم انسانیه و علوم انسانی هم نمیشه فرمولش کرد. بنابراین حرکت به سمت این که یک فرمول خاص برای کل جهان وجود داشته باشه، این از نظر من امکان پذیر، مگر اینکه کل جهان همزمان پیر بشن، همزمان بمیرن، همزمان جوان بشن. این یک. دو، چیزی به عنوان مرز وجود نداشته باشه. شاید به این سمت حرکت کنیم. یا امروز من با مدیر سایت هم صحبت میکردم، ایشون برنامه‌نویس خیلی خوبی هست، یک صحبت میکرد که گفت ما تا 50 سال دیگر اصلا نوع بشر نگاهش متفاوت خواهد و ما سیستمایی داریم که تقریبا نیاز وجود یک متخصص در جامعه رو تقریبا حذف کنه. همین چیزی که تو داری میگی، نقاشی ها دیگه عوض شد، فران نقاشی ها رو تغییر داری. یه نقاشی که یه مجسمه سازی که می نشسته مثلا یک سال خب مثلا طرح بدن یه انسان رو میتراشیده برای سنگ، برای چوب یا برای تابلو، الان این کارو نمیکنه. شاید 30 سال دیگه اقتصاددانی هم نیاز نباشه. من اقتصاددان، حالا من که اقتصاددان نیستم، خب مثلا بابای اقتصاددان یا پزشک متخصص یا برنامه‌نویس و کد نویس، شاید اینا نباشن. وقتی اینا نباشن، شاید اون موضوعی که داریم بهش فکر میکنیم محقق بشه، یعنی جهان به یک هم‌افزایی و یک همگرایی برسه که همه متحد شکل و متحد القول به یک سمت حرکت کنن که این نیازه دیگه شکل نگرفته باشه، که من حراس داشته باشم از بدهی، من حراس داشته باشم از بعد مرتبن این رو داشته باشیم. یک پرانتز بارم باز کنم بعد دیم بتونم. اقتصاد ایراد داره، یعنی ایراد داره که نه، یک مشکلی داره. شما یک مثال معروف هست خیلی شد، ولی خب منم استفادهش میکنم برای کسی که میخوان توضیح بدم که اقتصاد چگونه بازی میدن به چی. شما یه دوچرخه سوار رو در نظر بگیرید، این دوچرخه سوار مثلا اگر من تصمیم میگیرم دوچرخه سوار کنم، باعث ضربه زدن به کل اقتصاد کشورم میشه. جی دی پی کشور رو مثلا من تحت تاثیر قرار میدم. من ماشین استفاده نمی کنم، یک ماشین از تولید کم کنم. این ماشین چی بوده؟ این ماشین کلی متخصص اینو طراحی کردن، اشتغال داشتن و تو این ماشین کامودیتی مختلف مصرف شده، از سنگ آهن به گیتار اومده شده فولاد، از مس به گیتار اومده شده فلان، تا از کامپیوتر. خب ببین چقدر فقط همین نبود ماشین تاثیر گذاشت. بعد من سوخت مصرف نمی، شما ببینید یه نفت و از استخراج تا پالایشگاه تا انتقال پایپینگ پمپینگ تا توی باک ماشین من اینجا یه ده. من موتوریست آلوده نمی، من پیش دکتر نمیرم، من دارو نمیخورم، داروسازی ها کار نمی کنن. بنابراین آره اقتصاد یه ایراده ای داره، ولی همزمان داره باعث پیشرفت میشه. همون برگردیم همون نقطه که شاهین سوار دو طرفه شد و ماشین سوار نشد. خب فرض کنید مثلا تو ایران هم من اگه مثلا سمندی میخواستم بگیرم نگرفتم، بعد خب منی که نگرفتم و همه دارن دو طرفه سوار میشن، باعث میشه که هیچ وقت کارخونه ایران خود رو به سمت تولید دناپلاس نره، چون تقاضایی نیست. این آره یک میشه گفت، نمیدونم بهش بگیم باد، بهش بگیم بدی، نمیدونم چی بشه، ولی همزمانی که داریم این کارا رو میکنیم اقتصاد رو میچرخونیم، همزمان باعث نابودی میشیم، همزمان باعث پیشرفت هم میشیم و تمیز کردن از اینها از یکدیگر سخت است. اما منکر این نیستم که زندگی هامون داره، یعنی زندگی ازمون داره کم میشه، رو منکرش نیستم. و شاید دنیای کریپتوها یا شاید اصلا کلا دنیای رمزنگاری شده یعنی اقتصاد رمزنگاری شده در آینده در کنار این تکنولوژی که دارن پشت میکنن یک جامعه جدید رو که فرامرزی است رو شده. شاید امید داریم. خیلی جالب، خیلی مثال جالبی زدید در مورد داستان دو چرخه و واقعیتش اینه که بعد دقیقا این
عرضه و تقاضا به نوعی جابجا میشه توی اقتصاد ها. درسته اگر کسی ماشین استفاده نکنن، همه بخوان دوچرخه استفاده کنن، اون متخصص هایی که ماشین ساختن نمیشن متخصص هایی که دوچرخه میسازن. یعنی میخوام بگم آدم خود جامعه و انسان خودش رو درست میکنه. و نکته ای که هست، من فکر کنم تفاوت دیدگاه در به عنوان مثال بیت کوین و فیات اینه که خب ما این سیستم رو چطور کنترل کنیم. یعنی اوکی، این بحثی که شما گفتین، این مثالی که زدین، همه جای توی هر اقتصادی هست، چه اقتصادی که بر پایه دت باشه، چه در اقتصادی که بر پایه طلا باشه، چه اقتصادی که بر پایه بیت کوین باشه، این بحث جابجا شدن عرضه و تقاضاست. سوال اینه که آیا چقدر ما میخوایم اینترونشن داشته باشیم، چقدر میخوایم دستکاری بکنیم، آیا ما میخوایم بذاریم خودش کار خودش رو انجام بده، خودش اونجوری که باید کار کنه کار کنه، یا یعنی اینکه نه، یک ارگان، یک جمعی یا یک نفری باشه که بتونه بیاد کنترل کنه، یکی بیاد حواسش باشه. و این هیچ کدوم شاید درست و غلط نباشه. همونطور که تو همه کشور نگاه میکنیم، همه دو تا جبهه ریپابلیکن دموکرات بالاخره همه جا هست، یکی نظرش اینه که نه، من باید یه نفر و دولت قدرت داشته باشه که کنترل کنه، حواسش باشه، یکی میگه نه بابا بذار بازار آزاد، بذار خودش اتفاق بیفته، خودش درستش میکنه. من فکر میکنم این دیدگاه خیلی، یعنی این تفاوت دیدگاه فیات و بیت کوین شاید خیلی نزدیک به این تفاوت دیدگاه ریپابلیکن و دموکرات باشه حالا توی سیستم های دموکراسی غربی. خیلی جالب بود اما نکاتی که گفتی. اما من یه حالا ایراد که نه، ولی یک نکته رو میخوام وسط بگم. به کریپتو اشاره میکنی، من کریپتو رو با بیت کوین یکی نمیدونم، یکی یعنی دو تا، حتی اشتراک هم به نظر من ندارن، دو تا چیز کاملا متفاوت هستن و هرچی جداتر راجبش، حالا اینو راجبش صحبت میکنیم. اما قبل اینکه بریم سراغ این، من یه کتاب ری دالیو رو دارم میخونم، کتاب Principles for Dealing with the Debt Crisis، راهکارهای برای برخورد با دت کرایسیس های مختلف، که اصلا میاد چندین تا از این دت کرایسیس ها رو در طول تاریخ بررسی میکنه، راجب آلمان 1920 صحبت میکنه، هایپر اینفلیشنی که اونجا اتفاق افتاد، راجب 2008 صحبت میکنه، راجب دپرشن 1930 آمریکا صحبت میکنه و اینا رو میاد مقایسه میکنه. یک چیز جالبی میگه، میگه آقا توی سیستمی که بر پایه دت بنا شده، بر پایه قرض بنا شده است، شما بالاخره اون فرایند دیلیوریجینگ رو داریم، اون بالاخره دت ها بیش از حد زیاد میشن به دلایل مختلف، یه بار به خاطر جنگ، یه بار به خاطر داستان بعد از جنگ، یه بار به خاطر حرص و طمع یه سری بانک داره، هر بار به یه دلیلی. ولی خب بالاخره اون حبابه باز میشه و موقعی که میخواد ریزش اتفاق بیفته، اینجاست که دولت ها میتونن بیان و دولت ها و بانک های مرکزی بیشتر از دولت ها قدرت اینو دارن که کنترل کنن چطور این دیلیوریجینگ اتفاق بیفته. آیا یک اینفلیشنری دیلیوریجینگ باشه مثل چیزی که توی آلمان 1920 اتفاق افتاد، یا اینکه یک دیفلیشنری دیلیوریجینگ باشه مثل آمریکای 1930 توی همون دوره، یا مثال دیگرش اینفلیشنری دیلیوریجینگ مثل 2008 آمریکا. و ابزارهایی که دستشون هست اینه که یا پول چاپ بکنن، یا سیاست های اقتصادی تغییر بدن مثل سیاست های انقباضی در واقع افزایش و کاهش نرخ بهره باشه، یا دت رو ریستراکچر بتونن بکنن، بتونن تقسیم بکنن نوع اون قرضی که وجود داره، اون بدهی که وجود داره تغییر بدن، و یا اینکه اصلا دیفالت بکنن، آقا نمیتونیم مثل مثلا لیمن برادرز، آقا نمیشه کارش کرد. و موقعی قدرت رو دارن، میخوام برگردم به اول صحبت، یه چیز جالب شو کردیم، موقعی این قدرت رو دارن که بیشتر با این اهرم بازی بکنن که قرضشون، بدهیشون توی کارنسی خودشون باشه. اگر به عنوان مثال ما کشورهای نگاه بکنیم که قرضشون، بدهیشون به دلار آمریکاست، موقعی که دلار آمریکا اتفاقی براش بیفته، خودشون خیلی بانک مرکزی خیلی قدرتی برای کاری نداره و یه جورایی با موج مجبور میشه که بره. اما آمریکا چرا راحت تر میتونه این کارو بکنه؟ چون بدهیش از جنس دلار خودش و میتونه با دلار خودش بازی بکنه، چه چاپ کردن، چه سیاست های اقتصادی رو پیاده سازی بکنه. این نتیجه چی میشه؟ این نتیجه میشه که وقتی اگر اقتصادی باشد که بر پایه طلاست یا بر پایه بیت کوینه، مثلا ما در واقع سال بعد از جنگ جهانی اول 1920، چرا انقدر سخت بود کنترل؟ چون وقتی که اقتصاد شما، وقتی دلار شما بر پایه طلاست، شما انگار داری در یک بدهی، داری در یک ارز خارجی، حالا این ارز خارجی برای هیچکی نیست، طلا برای هیچکی نیست، و کنترل کردن و مدیریت کردنش سخت‌تره طبیعتاً.
ولی خب اینکه لزوما استاندارد طلایی وجود داره مبنی بر این نمیشه که نتونن کاری بکنن. مثلا میگم آلمان تونست بازم پول چاپ بکنه، از استاندارد طلا خارج کرد و ارز رو از بین برد، یه فرانک وجود نداشت. اینا رو همه رو گفتم که به چی برسم، بگم که آقا درسته که اگر کنترلی وجود داشته باشد میتواند که خوبتر خوب باشد، میتواند جلوی بعضی از اتفاقات بد رو بگیرد، اما همین کنترل میتونه باعث سر اتفاقات بد بشه. میگم مثال خیلی جالبش که ما چون اخیرا کتاب تو ذهنم هست هنوز، داستانی که توی آلمان اتفاق افتاد بعد جنگ جهانی اول و در حین جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، فرض بر این بود که آقا ما جنگ رو میبریم و چون جنگ رو میبریم اب نداره، بیایم پول چاپ بکنیم، بیایم همه چی رو اینفلیت بکنیم که بتونیم هزینه جنگ رو بدیم، اب نداره، ما وقتی ببریم میتونیم پول رو بگیریم از طرف بازنده. ولی خب این تصمیم اشتباه یک آدم یا یک گروه به هر حال باعث شد که همچین چیزی اتفاق بیفته که کانسیکونس های نهاییش منجر شد به حتی به جنگ جهانی دوم. خلاصه بزرگترین دشمن آدم ها همین آدم ها هستن، همین اشتباهات و همین بیش از حد اعتماد به نفس بیش از حد ما آدم هاست. و توی دنیایی که با طلا کار بکنه، توی دنیایی که اون پول پایه یک چیز سخت باشه، یک چیز غیر قابل تغییر باشه، مثل طلا، مثل بیت کوین، من معتقدم که قدرت این آدم ها کمتر میشه. آره قدرتشون برای کارهای خوب هم کمتر میشه، اما قدرتشون برای کارهای بد هم کمتر میشه. این نظر من هستش و موافقم آره هستم با من هر باش یعنی هر موافقم. نکته‌ای که اشاره کردی درسته، ولی خب من اون روی سکه رو هم دوست دارم نگاهی بکنم. آره باش موافقم و باید قبول کنیم که اینا جفتشون دارن موازی پیش، یعنی درست همزمانی که بدی های مثلا فیات ها بدی های فیات هی داره پشت سر هم مشخص میشه، از اون 1929 که مهمترینش بود، که مهمترین شروعش بود، که زمان خود کینز بود، که کتاب نرخ بهره عقول اشتغال داشت در 1935 تا به این وقت، هر بار بعد فهمیدن چه با اینا نسانه که باید سر بولی باشه، بعد فهمیدن اینها ریسک بالایی رو دارن توی بدهی ها به خودشون تحمیل میکنن یا خیلی لرار لیوریج میگیرن برای خودشون، برای بازل یک اومد، دو اومد، سه اومد، به نظر من این هم نیسته، یعنی باز حرکت میکنه به این که اقتصاد داره مسیر خودش رو میره، که اگر مثلا فکر کنیم 2023 2024 یه فاجعه رخ بده، فاجعه اقتصادی که سیاست پولی در نهایت نتواند این تورم رو کنترل کنه و یک اتفاق جدیدی رخ بده، یه استگفلیشن دارد، از دل این دیپریشن، از دل این اتفاق دوباره دوباره جوانی میزنه به نظر من و شاید معادل چهار نمیدونم، شاید اصلا یه اتفاقات دیگه، یه سری قوانین دیگه وضع بشه، یا اصلا یه سری روابط پولی و مالی جدیدی تدوین بشه، همزمانی که اون دنیا یا رشد میکنه، نیازهایی رو که جامعه امروزی، دنیای امروزی نیاز داره داره مرتفع میکنه و هستیم دیگه. با هر دو تاشو من هیچ کدوم انکار نمیکنم، یعنی و کلا هم اهل تعصب داشتن روی چیزی نیستم، اگر و یعنی اصلا تعصب ندارم، من میبینم بعضی متعصبانه صحبت کنن، تعصب باعث میشه آدم احساساتی بشه، ولی من واقعا خط علمیشو پیش میگیرم و وقتی که توش منطق باشه قبولش میکنم و من فکر میکنم اینا در نهایت همگرا خواهد شد، یک چیزی بین غیر متمرکز، یک چیزی بین محدود بودن مثلا یک ارز یا حالا یک دارایی که به عنوان یک کارنسی داره استفاده میشه یا نامحدود، یک چیزی اینجا در نهایت استیبل میشه و بخش بزرگی شاید از اقتصاد جهانی رو از اون طریق به عنوان قبول کردن یک اسید برای تبادلات جهانی ازش استفاده بشه با یک پگ مثلا ثابت، که این همیشه ثابت خواهد بود و بقیه ارزها که میتونن داخلی باشن یا ناحیه‌ای باشن یا کشوری باشن یا ایالتی باشن بر اساس اون اکسچنج بشن و یک اکسچنج ریتی نسبت به اون چیز کلیه داشته باشن، اینا همه هست و خیلی ایده هست، خیلی ها بهش فکر میکنن، خیلی ها دارن عملیش میکنن حتی
راجب حتی بدهی، من میدونم افرادی دارن توی کریپتو کار میکنن که ببینن چجوری میتونن برای بدهی یک فرمول بدن، و اینها از نظر من در نهایت همگرا خواهند بود بر اساس اقتضا نیاز و تجربیات بعدی جامعه است. خیلی خیلی جالب گفتید، من موافق هستم باهات. هیچ لزومی چون اصلا موچوالی اکسکلوسیو نیست، اینجوری نیستش که یکیشون باشه و یکی باید کلا نابود شه، آره یکی بیاد و یکی باید بره. هایبرید میشن دیگه، جفتشون هایبرید خواهند موتور بود. برقی هست، موتور بنزین هم هست. دقیقا همونطوری که الان در حال حاضر هم شما اقتصاد دنیا نگاه کنید، بالاخره اون الان درسته که رزرو مستقیم نیستش و پگ مستقیم نیست، اما به هر حال اون ارز پایه پرقدرت طلاست. طلایی که توی فورتنایت آمریکا هست، طلایی که توی لندن هست، اینا بالاخره پشتوانه این ارزها هستن. حالا درسته که اون چیزشون چینشون کات شده، دقیقا دنبال نمیکنن، ولی خب به هر حال اون وجود داره و منم میبینم دنیایی رو که یه جورای اون ریزرو کارنسی بشود، به عنوان مثال بیت کوین یا چیزی مشابه آن، و حالا روش ارزهای دیگه داشته باشیم، سیستم های بدهی داشته باشیم، متمرکز یا غیر متمرکز، که بعد بتونه حالا چه اقتصادهای مشابه چیزی که الان داریم رو ساپورت بکنه، و اگر کشوری تصمیم بگیره اقتصادهایی که مبتنی بر یک ارز سخت هست رو دنبال بکنه. خیلی هم جالب، خیلی هم عالی. های چند دقیقه هم راجع به اوضاع فعلی اقتصاد و اوضاع فعلی قیمت ها که همه میدونم کشته مرده قیمت ها هستن صحبت بکنیم، ببینیم آره چه میبینید از بازار امروز. هیچ یه چیزی من بگم راجع به خرید کرد و خرید کردن در کفای کلا همیشه مارکت های اینجوری بودن. حالا استاک مارکت مثل کریپتو که داره مثلا این ذهنیت در شکل میشه شبیه یک کار سرمایه‌گذاری برای سی پروژه انجام. عموما تشخیص دادن کفا خیلی سخت تر از تشخیص دادن سخت است. و زمانی که دارن کفا شکل میگیرن ریسک های اقتصادی خیلی بیشتر میشن و افراد زمانی که ریسک ها رو میبینن سعی میکنن محتاط تر بشن، مخصوصا برای خرید. عموما وقتی که افراد به لحاظ روانی خرید میکنن یه جوری اقنا میشه یه بخشی از احساسشون و دیگه رها میکنن، حالا هر جا بوده باشه چه کف چه سخت، ولی خرید کردن همیشه سخت، مخصوصا اگر تو کف قیمتی باشه، تو کف های قیمتی وقتی من میگم یه ایریه بزرگ است، مخصوصا اگر ریسک ها وجود داشته باشه و این ریسک ها از قضا نامعلوم هم هست، یعنی ریسک های مشخص و واضحی هم نیست. برای این تشخیص دادن کف ها مثلا زمانی که همین بیت کوینی که اکثرا روش اکسپوژر دارن توی سقف های قیمتی خودش بود و یه جورایی دو بار یک ناحیه بسیار مهم رو تاچ کرد، یه سری اتفاقات داشت میافتاد که میشد حداقل بگی بهتر فعلا نباشه، ولی توی کف اینجوری نیست، اصلا توی کف اینا غیر قابل تشخیص و همین الان من مسیری که رکود میتونه طی کنه و مسیری که اقتصاد میتونه طی کنه و به رکود بره رو میدونم، مسیری هم که اقتصاد میتونه پاش هست که میتونه به سافت لندینگ احتمالی با درصد پایین هم رخ بده میدونم، ولی نمیدونم کدومشون اتفاق. شاید بگین که مثلا غیب گفتید یه خب، یا رکود میشه یا صافبندی میشه، اما واقعیت این هست که منی که میگم نمیدونم با خیلی دیگه نمیدونم فرق، چون که من میدونم چه چیزهایی باید چفت همدیگه باشن برای که اتفاقی بیفته، ولی اونا اصلا نمیدونن چی، نه جنس نمیدونم و فرق. با این ندانستن از قطعیت من میام فقط یک مدل برای خودم طراحی، یک مدلی بر اساس درصد تحقق یک احتمال، فقط همین، برای اینوست کردن، برای ترید که اصلا راجعش صحبت، برای اینوست یه سری پارامترها داریم برای رکود که چگونه میتواند رخ بدهد، یه سری پارامترها داریم برای سافت لندینگ که چگونه میتواند، دیتاهایی رو که میاد برمیداریم میشونیم توی یکی از این سبب، یا سافت لندینگ یا ریسشن یا شاید هم نولد یا شاید دیپریشن و هر چیز، بعد دو تاش میکنیم. حالا اینکه ریسشن میتونه تبدیل به دیپریشن بشه یا یک رکود عمیق بشه رو کار نداره، یا اینکه سافت لندینگ میتونه سافت لندینگ باشه که بخش بزرگی از اقتصاد رو درگیر رکود کرده باشه ولی باز یه جوری جلو سالم به در برده باشه هم کار نداره، فقط همین دو تا هستن برای اینکه مدل رو سازه. برای این دو تا برنامه دیتا که میاد میشونیمش یکی از برای اقتصاد
برای اقتصاد، میشونیمش توی زمینی که اقتصاد قرار کار کنه، جایی که سیاست اقتصاد تصمیم گیرد، نه مارکت. چون مارکت و اقتصاد می توانند واگرا عمل کنند برای یک بازی زمانی، می توانند اقتصاد رو به رکود برود ولی مارکت این احساس رو نداشته باشه و سقوط کند، اما جایی ببیند که همه چیز داره از هم یعنی همه چیز داره نابود میشه، آره برمیگرد و این واگرایی میتونه شکل بگیره. بس من اینجوری کار میکنم فعلا در شرایط فیلم و از نظر چون من خیلی رو دوست دارم هر دیتایی میذارم که از این سبب راجبش هم خیلی فکر کنم که این دیتا واقعا میتونه توی زمین رکود بازی کنه یا توی زمین ساخت. برای بعدی که دیتا میاد میتواند به مارکت سنسی برعکس بدهد، به دلیل همین موضوعی که گفتم یعنی واگرا عمل. همه تو همین جمعه اخیر که جایی که پی سی منتشر شد، پی سی خب عدد درشتی در بود ماهانش اینقدر بزرگ بود که حتی بود سالانه هم افزایش شد 1.1% رشد. همزمان پرسونال اینکام هم اومد، پرسونال سپندینگ هم اومد. خب پرسونال اینکام پرسونال سپندینگ نشون میده که وضعیت خوب، یعنی مردم هم پول دارن هم مرتب خرج میکنن، پس میتونه اقتصاد اصلا به سمت رکود نرود. مارکت اینو برمیداره، خب مثلا مارکت اینو برمیداره. اقتصاد چی برمیداره؟ اقتصاد میگه آه وضعیت خوب نیست، تورم میتونه ماندگار بشه، تورم میتونه حتی رشد پیدا کنه، پس ما باید اکت بیشتر داشته باشیم. این دیتا میشینه تو سبد رسش توی اقتصاد. به همین سبد برای اینوستمنت چیکار میکنم؟ من تو بازی اقتصاد هست، من تو بازی اقتصاد در این وسط قیمت باز نمیسته. قبل از رکود ممکنه قیمت ها سخت که نگرد، حرکت های صدای شاهین رو از دست دادم. من یه چند ثانیه از صحبت رو از دست دادم شاهین جان. فکر من که اوکی هم الان اوکی هست، اوکی شد، فکر کنم اوکی شد داره آروم آروم برمیگه. آره اوکی تو بریم بریم. بچه این سیمبو این چیزا شکلک رو نفرست، اینا تأخیر میگیر باعث میشن که صدا با تأخیر بیاد. اگه میشه اینا رو نفرستید قلب و شکر کنید. دمت بگم قیمت این وسط که باز نمیسته، قیمت داره مرتبا نوسان میکنه که دیتا بیاد منتشر بشه و هر دیتایی میاد اینجوری بازی این وسط یه عده دوست دارن اینا رو معامله یا یه عده دوست دارن از اینها برای افزایش سطح دارایی های خودشون که عموما افزایدی هستن که دوست دارن داره کریپتوی خودشون رو افزایش بدن استفاده کنن. راجبه این من نمیتونم تو سوشال حرف بزنم که بیام بگم آقا مثلا الان اینجا از نظر من یه خرید داره اومده مثلا بیشتر، ولی راجع به این مسته میتونم راحت صحبت کنم. فعلا من احتمال وقوع یک رکود رو در آینده خیلی زیاد دارم. دیتاهایی که مثل این دیتا دیتایی یکی به نل یکی به میخ هستن شاید باعث این بشوند که ریسیشن به تعویق بیفته، اما واقعیت این هست که اینها به تنهایی نمیتونن از وقوع یک رکود احتمالی که همین الان بخشی از اون در اقتصاد شیوع پیدا کرده جلوگیری کنن. بنابراین میام این دوتا رو به هر کدومش رو یه درصدی میگم بر اساس اون عمل. من اینا رو رسما توی صفحه خودمون اعلام کردم، یعنی ما 10 گام خریدی داشتیم، 10 گام دیشه در 4 گامش رو خریدیم، یعنی 40% خرید، 60% نخرید. 60% نخریدیم چرا؟ چون احتمال میدیم 60% وقوع رکود محتمل هست. الان اعلام کردیم که میتوانیم احتمال داره یک گام بعدی که گام پنجم هست بخشیش رو بخریم و با همین دیتا هست، یعنی این مسیر رو ما همراه با اقتصاد و مارکت میریم تا یه اون اتفاق اگر رکودی رخ داد رفتیم کف جدیدی ثبت کردیم بی پول نباشیم برای خرید کردن حسرت نخورید، و اگر قرار شد قیمت ها حرکت کنن و رشد کنن ما از این قیمت هایی که اینجا بازار بهمون داده جا نمانده باشیم و
بازارها هم بچه ها همه همزمان بلند نمیشن، همه هم همزمان به زمین نمیخورن قطعا. بعضی میگن خب باشه اگر حرکت کر رفت چی کار میکنیم؟ خب مثلا میگیم بیت کوین حرکت. من راجع به کریپتو صحبت میکنم باز ممکن همه راجع به رو کریپتو اکسپوژر دارم. مثلا بیت کوین حرکت میکنه، مثلا اتر حرکت، خب بقیه در پشت سر اون گاگاه های آهسته تر ولی در نهایت با سرعت رشد بیشتر خودشون میرسن. من اون قسمت از سرمایه‌ام رو به اون مدل معامله گری، به اون مدل اینوست اختصاص میدم، یعنی یکم اگریسیو تر، یکم ریسک پذیرتر، ولی خب مطمئن تر، ریسک پذیرتر توی انتخاب نوع دارایی، نه ریسک پذیرتر در لحظه خرید کردن. اینجوری به همین سادگی همه داستان همینه بچه‌ها. من تا آخر سال 2023 هم دیتا بیاد همینجوری با شما صحبت کنم. این وسط دیتا میاد ترید میزنیم، یه کاری میکنیم، یه لگی رو میگیریم، یه هفته 10 روز دوره بنش میکنیم، میریم دنبال زندگیمون. اینا دیگه چیزی نیست که به درد جامعه عمومی، یعنی به درد عموم جامعه بخورد. نظر تو هم دوستانم بزن. خیلی عمالی، خیلی عمالی. یه جورایی باهات موافقم. من ویدیویی که اول سال 2023 گذاشتم، من دیدگاه هم این بود که امسال خیلی سال به قول شما یه چکش به میخ و یه دونه به نل باشه، یه دونه بالا یه دونه پایین، بازار نسبتاً رنجی رو ببینیم. و واقعیت این هستش که راه دو راه دو جور هستش که سرمایه گذار تریدرها و سرمایه گذارها اگزاست میشن، خسته میشن. یکی با ریزش های خیلی بزرگه، یکی با رنج های خیلی طولانی. زمان و مقدار ریزش میتونه آدم ها رو خسته بکنه و اون دیلیوریجینگ رو کامل بکنه. به شخصه حالا شما میگی احتمال رکود رو بالا میبینیم، من یه کمی شاید کمتر ببینم احتمال رکود رو، چون خیلی از دیتا هایی که منتشر میشه از چجوری بگم اون جنسی که باید باشه نیست. مثال میگم، مثال نرخ بیکاری، نرخ کار. شما وقتی نگاه میکنید اینکه خب آقا نرخ بیکاری شاید ببینید که کارهای جدیدی که داره ایجاد میشه میبینیم که چون آمازون داره کلی آدم اخراج میکنه، گوگل داره کلی آدم اخراج میکنه، اما واقعیت هم اینه که اینا کی بودن که استخدام شده بودن که دارن اخراج میشن؟ کسانی بودن که به خاطر وضعیت زیادی خوب اقتصاد سال 2021، به خاطر اوضاع خیلی خوبی که از پولای ارزونی که وجود داشت توی شرکت ها، مدیرایی بودن که الکی استخدام شده بودن اما الکی دارن اخراج میشن. آیا اینا باعث فشار به روی اقتصاد میشن؟ نه، چون کارهایی که اینا قبلا داشتن کماکان هست، کلی کار من توی خیابون دارم میبینم که کلی کار هست. اما توی دنیایی که ریسیشن نزدیک باشه واقعا کار نیست، واقعا همه بیزینس ها تحت فشارن. الان بیزینس های تحت فشارن که 2021 کارشون خوب بود. من دیدگاه هم اینه که یکم حالا طبیعتا با هر عددی که میاد، با هر روزی که میگذره اینا تغییر میکنن. همونطور که گفتی چیزی نیستش که آقا از الان بگیم تا 10 سال دیگه چه اتفاقی میفته، طبیعتا اینا باید خودمون آپدیت خواهیم کرد. اما من دیدگاه هم اینه که این ریسیشن قسمت بعدش رو پشت سر گذاشتیم، مگر اینکه تصمیمات عجیب غریبی از فدرال رزرو رو قرار بشه شاهد باشیم. یه جمله خیلی جالبی آقای ری دالیو داره، توی کتاب دیگه‌شون بود، میگفتش که بانک‌های مرکزی همیشه تصمیم درست رو میگیرن ولی چند ساعت مونده به اینکه بحران بزرگی اتفاق بیفته، یعنی تا لحظه آخر صبر میکنن بعد اون تصمیم رو میگیرن. و خلاصه این ریسک زمانیش همیشه وجود داره که چقدر، مثلا به عنوان مثال میگم، اگر این افزایش نرخ بهره همینجوری قرار باشه ادامه پیدا بکنه، خیلی میتونه اوضاع رو متفاوت بکنه از چیزی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم. یه موضوع دیگه هم خیلی قشنگ اشاره کردی در مورد تریدرها و اینوسترها و تفاوتشون. دوستان، بازار و اقتصاد، اینو من بارها هم گفتم، اقتصاد و اعداد مثلا PCI اینایی که میبینیم، اینا همه گذشته نگر هستن. در نگاه آقا ماه پیش چی شد، امسال نسبت به سال پیش چه اتفاقی افتاد، و اینا همیشه یک حالا بلک نمیشه گفت، ولی خب به هر حال به گذشته به چیزی که اتفاق افتاده دارن نگاه میکنن. اما بازار، سرمایه گذارهایی که داخل بازار هستن، برعکس، اینا آینده نگر هستن، به این دارن نگاه میکنن که سال بعد چی میشه، ماه بعد چی میشه. حدس من اینه که چه اتفاقی میفته، چون دارن پولشون رو میذارن یا برمیدارن به خاطر اینکه به آیندهشون نگاه میکنن. و این دیسکریپنسی، این تفاوتی که بین این دوتا وجود داره رو آدما باید در تحت نظر داشته باشن، مخصوصا کسانی که میخوان ترید بکنن. کسی که میخواد اینوست بکنه، اون دیتایی که داره به گذشته نگاه میکنه اونقدر قدیمی نیست براش، و نگاه آیندهش هم چون انقدر بزرگه میشه اینا رو به هم ارتباط داد. کسانی که تو تایم فریم بالاتر کار میکنن، اما اشتباهی که بعضا میکنن که طرف داره دی ترید میکنه، داره تو تایم فریم 5 دقیقه نگاه میکنه به
نرخ بهره مثلا 5 ساله 10 ساله چه اتفاقی افتاده، نمیگم بعدی، هر اطلاعاتی میتونه کمک کنه به آدم، ولی بعد آدم حواسش ذهنش باشه که آقا داره به گذشته نگاه میکنه، تو آینده ترید میکنه یا برعکس. اینم خیلی نکته بود که میخواستم اشاره کنم و خیلی خوب اشاره کردی بهش. در نهایت جنبندی، من هم اقتصاد رو، اوضاعش رو خوب نمیبینم، اونقدری خوب نمیبینم که سال 2023 قرار باشه سقف جدید بزنیم، کار عجیب بول مارکت گنده رابینز توی هیچ کدوم از بازارها، چه بازار بورس چه بازار کریپتو، ولی اوزار اونقدر هم بد نمیبینم که بخوایم به عنوان مثال چیزی شبیه 2021 رو ببینیم، مخصوصا توی کریپتو با توجه به فشارهایی که بهش اومد در سال 2021. باید میدونم که بخوایم چیزی شبیه اون ببینیم، از اون بهتر خواهد بود، خیلی هم خوب نخواهد بود. برای همین کانکلوژنم، اون جنبندیم همون رنجی هستش که فعلا به نظر منطقی میاد. آره. یک نکته رو بگم، یک مرز مشخص. من نمیگم که اگر این احتمال وقوع رکود بیشتر هست پس رکود رخ میده. رکوده میتونه 99 درصد احتمال وقوعش باشه و 1 درصد سافت لندینگ و هم 1 درصد کامل. این برای اقتصاد همیشه هست. ما میگیم بر اساس این احتمال ما میگیم اینوست، و از اونجایی که این دو تا خیلی نزدیک و ما الان داریم میگیم گام پنجم بخریم، گام پنجم بخریم، یعنی 5 درصد رو سافت لندینگ داریم میذاریم، 5 درصد از رسیشن کم کنیم. پس اینو مد نظر داشته باشید و اینکه میگم این درست ترین روشه، یعنی هیچ چیزی نمیتونی برش کم. یک دو، این موضوعی که الان میخوام بگم برای اولین بار نه تو استوریا گفتم نه تو پیش لایو، نه با مهدی جان و دکتر با هیچ کس، با این دیتایی که منتشر شد بردیو، با این اتفاقات همین 3 ماه، یعنی 3 تا جلسه اخیر، من به نظرم اگر اقتصاد و مارکت رو دو تا پیچه ولوم در نظر بگیرید، به زودی به شکل دیوانواری اینا ولوم به شدت مثبت میشه و توی بازه زمانی بسیار کوتاهی به شدت منفی میشه. حرکت های هیجانی دیوانوار در بازار برای ماهای آتی من احتمال وقوعش رو میدم و دارم یک جورایی یه مدلی بین ترید و اینوست توی ذهنم میچرخونم با یک مدل خاص ریسک پذیری که جدای از همه زندگی مثلا حرفه‌ای من هست، یه کاری بیشتر بازی کردن باشه. و این برای عموم جامعه، مخصوصا جامعه ایرانی که بیشتر تحت تاثیر سوشال میدیا هستن که عموما فیک مسائل و مطالب فیک درش هست و بیشتر نقش بازی میکنن افراد، این خطرناک است. یعنی من میبینم احساس میکنم که دیتایی منتشر میشه که آقا سنس استاف لندینگ روانی میده که بیت رو قشنگ میزنه زیر سقف 30 خورده هزار تا و توی بازه خیلی کوتاهی به شکل دیوانواری ممکنه فروش های گسترده در استاک ببینیم، در سهام ببینیم، در کریپتوها ببینیم و این خیلی نوسانات گسترده زیاد و در بازه کوتاه، یعنی مومنتوم بالایی داشته باشه. این خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. ایرانی های زیادی همه قرار متضرر هستن در کریپتو. من مرتبا این مدل دایرکتور رو دارم. ایرانی های زیادی به خاطر نخریدن دلار متضرر شدن، یعنی که دارایی هاشون رو حداقل فیکس نکردن روی طلا یا دلار و شاید این وسط جوگیر بشن که مثلا پرایدشون رو پرادو کنن یا اینکه 207شون رو لکسوس کنن، از این طور کارا. دست به این اقدامات که در ماهای آتی احتمال وقوعش هست عزیزان نزنید، به هیچ وجه نظر. هر کسی خیلی جمعه تحریک داغ شد این بازار، این اتفاقه من خیلی محتمل میدونم. یعنی یه فد میبینی آقا یه فد از این جلسه تا اون جلسه دیوانوار هاوکیش مارکت ترسیده و دوباره از اون سمت چند ماه، یعنی توی دو تا جلسه که 3 ماه هست، 3 تا CPI، 3 تا PCE میاد، 3 تا NFT، یعنی دوباره ترقامه داره کوچیک میشه، دوباره مارکت دیوانوار بره به سمت سافت لند. و این حرکت ها رو من احتمالش رو، یعنی هرچی میرم جلوتر، این قبلا توی بکگراند ذهنم بود، هی داره رو میشه، الان برای اولین بار به بچه رو گفتم و بیشتر دارم یعنی بیم و حراس میدم که وارد این بازی احتمالی نشید. همین. خیلی جالب، خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. آره این وقت صاحب میگم، منم همین چیز انتظار دارم، این رنج چاپ چاپی که واقعا همه رو خسته بکنه، چه کسایی که دنبال بالا رفتن ها هستن، چه کسایی که دنبال پایین رفتن ها هم هستن، احتمالاً امسال خوب خسته بشن. سال بعد سال جالبی خواهد بود برای خیلی از بازارها.
بسیار ممنونم. قربانه. یه نکته آخر رو هم اگه اجازه بدیم من بهت بگم دیگه، بعد به پایان ببریم. من با توی لایوی که با مهدی رجبی عزیز صحبت میکردیم به یک جمله رسیدیم، این برای اواسط سال 2021 2022 بود، حدود 7 8 ماه پیش، و صحبتی که کردیم این بود که آقا این افزایش، سوال این بود که آقا افزایش نرخ بهره تا کجا ادامه پیدا میخواد بکنه. اینا میخواستم بپرسم، من پاسخی که حالا من بهش رسیدم این بود که این افزایش نرخ بهره ها مثل سال 2008 شبیه سال 2008 انقدر ادامه پیدا میکنه تا یه چیزی واقعا بشکنه، یه اتفاق خیلی بدی توی اقتصاد بیفته و از اونجا به بعد دیگه مجبور میشن دوباره برگردن پایین. حداقل چند بار اخیری که کار کردن همیشه به این شکل بوده، همیشه انقدر بالا رفته که دیگه نمیتونسته بالا بره، یه اتفاق بدی یه جای بازار میفته و همه چی ریورس میشه. این بار به نظرت تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و سیاست ها رو چطور خواهند شد با توجه به صحبت هایی که پاول میکنه، با توجه به سنتیمنتی که توی بازار وجود داره؟ یه معادله من دارم فعلا، یکی از فاکتورهاش رو گذاشتم پشت معادله و نه یکی از مجهولاتش و اون چین هست و احتمال میدم که چین برد. چین بازی مبارزه با تورم رو در آمریکا و اروپا تغییر خواهد، در یک کوارتر 3 ماهه تغییر خواهد، نه آنن فانن شدت. و این داستان کشدار افزایش اینترست ریت ها دارید، فکر کنم الان صدامو دارید؟ شنیدم خیلی نکته جالبی. و این داستان ریت پاس ها یا افزایش نرخ بهره ها یا حتی ریت ها، این تحت تاثیر یک مجهول بسیار بزرگی است که ممکنه اضافه بشه و همه این داستان و این معادلات رو به هم بزنه، یعنی حضور یک تورمی که نمیخواد کم بشه، شاید فدرال رزرو باش ازدواج کنه، مثلا با یک تورم 4%، مثلا یک سی پی آی 4-5%، یک نرخ رو یک جی دی پی 1% و یک اشتغال مثلا با یک مثلا نرخ بیکاری تقریبا 4% و یک اینجور اعدادی رو طی کنه تا از این بحران عبور کنه و در نهایت با کند کردن ضرب آهنگ اقتصادی یا همون رشد اقتصادی بتواند به نحوی با گذشت زمان و تأثیراتی که بیس افکت داره تورم رو حل کنه اقتصاد. این احتمال وجود داره، یعنی مثلا یه مثال بگم فقط ذهن بچه ها نزدیک بشه، مثلا آقا ما سال 97 یه تورمی رو داشتیم تو ایران، مثلا آقایون باش بازی کرد باش، الان برمیگردی میگی آقا مثلا گوشت بوده کیلو 60,000 تومان چقدر مفته. این بعد تاثیر بیس افکت است، این تاثیر حل شدن تورم در اقتصاد است و حضور چین میتونه این داستان رو پیچیده کنه و مارکت ها رو تحت تاثیر قرار بده. احتمالش هم بالاست، یعنی چینی ها برمیگردن به اقتصاد، ولی به محض برگشتشون، چون بخشی از حرکتشون در بازار پر شده، ولی به محض برگشتشون همه چیز در بود آغون نمیشه، ولی تاثیرات این داستان همین مبارزه با تورم در دنیا رو خیلی کشدار، خسته کننده و شاید طولانی کنه. اینا رو مد نظر داشته باشین و فکر میکنم که بهتره تو این سالا بیشتر یاد بگیریم. اکثر افرادی تو بازار کریپتو، استاک و کلا بازار جهانی هستن، اومن افرادی هستن که 2-3 سال اخیر به بازار جوین شدن و بهتره اینها رو فرصت آموختن در نظر بگیرن، اما اینکه حالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری هم پدیدار میشن. بسیار عالی. پس واجب شد که ویدیو بعدی حتما راجع به چین صحبت کنیم، چون منم صحبت زیاد دارم و مخصوصا توی یک سال اخیر یک تحولات قابل توجهی داره اتفاق میفته توی اقتصاد چین و دنیا که باید حتما راجع بهش صحبت کنیم. خیلی هم عالی، خیلی ممنونم از اینجا. من فقط یه حساب هم بچه ها بدم، لایف رو ذخیره شده در اینستاگرام خواهم گذاشت و ورژن صوتیش هم در دسترس خواهم گذاشت برای دوستانی که دانلود کردن براشون سخت خواهد بود. امیدوارم که همه بتونن با موفقیت گوش بدن. باز هم ممنونم ازت که تشریف آوردی صحبت کردی، به من که خیلی چسبید. ایشالله یه بار با اینترنت شفافتر و حتی بهتر از روزی حضوری بتونی در خدمتتون باشی. آره با همین هم نعمت عزیزی. قربون شما برم، خیلی ممنون. قربون شما. یا علی، موفق باشید. خدا نگهدار.